سلام به کانال من، خیلی خوش اومدین. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری خودتون توی خونه ناخوناتون رو مانیکور کنید. به وسایلی که توی این ویدیو میبینید زیاد دقت نکنید، چون قرار نیست از همش استفاده کنم، فقط گذاشتم که اگر لازم بود استفاده کنم و کلا سعی میکنم با کمترین امکانات یه مانیکور خوب و یادتون بدم که واسه همه امکان پذیر باشه. اولین چیزی که نیاز داریم یه کاسه آب گرم هست و توش میتونید نمک یا نرم کننده بریزید. دستتون رو حدوداً 10 تا 20 دقیقه بذارید اون تو بمونه که قشنگ خیس بخوره. اما یادتون باشه که قبل از این که دستتون رو داخل کاسه بذارید حتما با صابون بشورید که هیچ جوره میکروب نداشته باشه، چون اگه دستتون کثیف باشه قشنگ میتونید موقع مانیکور اون میکروب رو تو سطح دستتون پخش کنید. بعد از اینکه قشنگ دستتون خیس خورد دستتون رو در بیارید. اگر که توی آب نرم کننده ریختید بهتره دستتون رو بشورید با آب، وگرنه نیاز نیست، فقط دستتون رو با حوله خشک کنید و میریم سراغ مانیکور. حالا از یک کیوتیکل پوشر واسه پوستای مرده دور ناخونم استفاده میکنم که معمولا جنس چوبی یا استیلش راحت تر توی بازار گیر میاد. خیلی آروم پوستای مرده رو به سمت عقب هل میدم. این کار رو خیلی باید آروم و یواش انجام بدید و یادتون باشه که اصلا نباید دردتون بگیره، چون اگر دردتون بگیره یا اینکه پوستتون خوب خیس نشده یا اینکه خیلی زیاد جلو رفتین که اصلا نباید این کار رو بکنید. و این کار رو واسه تک تک انگشتام انجام میدم تا اون پوستای مرده از دور ناخونم بلند شن. بعدش با استفاده از یه ناخونگیر کج یا کیوتیکل ریموور شروع میکنم اون پوستای مرده دستم رو میگیرم و این کارم با دقت انجام بدید که یا اون گوشت یا پوست دستتون رو نگیرید. این کار رو با دقت واسه تک تک انگشتام انجام میدم و بعدش میرم سراغ کوتاه کردن ناخونام. واسه کوتاه کردن ناخونام از یه ناخونگیر استفاده میکنم و خب کوتاه کردن ناخون یه چیز سلیقه‌ایه و اندازه بلندیش به خودتون بستگی داره. بعد از اینکه ناخونامو کوتاه کردم میرم سراغ سوهان کشیدن. واسه سوهان کشیدن من از این سوهانهای 6 طرفه ها استفاده میکنم، ولی شما میتونید از سوهان معمولی استفاده کنید، تو فرقی نمیکنه. من از سمت مشکیش که محکمتره استفاده میکنم و یه طرفه سوهان میکشم. سوهان کشیدنتون یه طرفه باشه خیلی بهتره تا اینکه رفت و برگشت انجام بدید و خب اون شیپی که میخواین رو به ناخونتون بدید. و بعدش از سمت سفیدش که یکم نرمتره استفاده میکنم و اون تیزی ناخونم رو میگیرم و از اونجایی که ناخون من خیلی تیزه مجبورم از سمت آبی و صورتیشم به ترتیب استفاده کنم تا اون تیزی ناخونم خیلی کمتر شه. بعد از سوهان کشیدن خیلی مهمه که زیر ناخونتون رو تمیز کنید. با چیش مهم نیست، فقط یه چیزی که لبه نازکی داشته باشه و اون زیر راحت تکون بخوره، چون وقتی سوهان میکشید خیلی از اون خورده ناخونا زیر ناخونتون میرن و اونجا جمع میشن. بعدش از یه بافر ناخون استفاده میکنم و روی ناخونم رو صاف میکنم و برق میندازم. ولی اگه ناخوناتون نازکه بهتر فقط از صورتی و آبیش استفاده کنید. ترتیب زدنش خیلی مهمه: بنفش، سفید، صورتی، آبی. بنفش و سفید اون برجستگی روی ناخونتون رو میگیرن و ناخونتون رو صاف میکنن و صورتی و آبی به ناخونتون برق میدن. و خیلی مهمه که این کار رو مخصوصا قسمت بنفش و سفیدش رو خیلی با دقت انجام بدید و زیاده روی نکنید. بعدش از یه روغن ناخون استفاده میکنم، به ناخون و دور ناخونام میزنم و آروم پخشش میکنم روی انگشتام و اجازهش میدم که جذب شه. اگر که روغن ناخون ندارید میتونید از کرم مرطوب کننده استفاده کنید. حالا اگر که میخواید لاک بزنید از یه استون استفاده کنید و اون روغن یا کرم رو از روی ناخونتون بردارید و پاک کنید. واسه لاک زدم با بیس کوت شروع میکنم. از اونجایی که راست دست هستم اول از دست راستم شروع میکنم و این سه تا انگشت رو لاک میزنم. این سه تا انگشت رو که لاک زدم همین سه تا انگشت دست چپم هم لاک میزنم و بعد برمیگردم سراغ دست راستم و اشاره و شست رو لاک میزنم و همین کار واسه دست چپم انجام میدم. بعد از اینکه بیس کوت خوش شد اون لاکی رو که میخوام بزنم و دقیقا مثل بیس کوت اول سه تا انگشت دست راستم رو میزنم و همون روند رو ادامه میدم. میذارم یکم لاک خوشه و یه لایه دیگه از همین لاک رو میزنم و قشنگ میذارم خوشه و بعد میریم سراغ طرح کشیدن. واسه طرح کشیدن به خلال لندون یا قلممو نیاز دارید که من چند مدل از قلمموها رو دارم اینجا بهتون نشون میدم، ولی خب شما به همه اینا نیاز ندارید. با توجه به طرحی که میخواید بکشید یه قلمموی مناسب انتخاب کنید و خب شروع کنید به اون طرح کشیدن. و من میخوام اون برگ پاییزی رو که قبلا توی استوریا بهتون نشون داده بودم و بکشم. از یه پلت به عنوان کمکی استفاده میکنم، لاکم رو روش میریزم، ولی شما اگر پلت ندارید میتونید از یه پلاستیک یا یه فویل استفاده کنید و لاکتون رو روی اون بریزید و استفاده کنید. اول فریم اون برگ رو در بیارید یا فریم اون طرح رو در بیارید، اون قالبش رو در بیارید، بعد توش رو پر کنید. به نظر من اینجوری خیلی راحت تر و آسون تره.
از اونجایی که برگ پاییزی من میام رنگ نارنجی و قرمز رو با هم ترکیب میکنم که رنگ قشنگ تری بشه و بعد دوبار اون تو رو پر میکنم که هم برجسته تر شه و هم اینکه تر هم قشنگ تر شه. بذارید یکم لاکتون خوشه، بعد با رنگ مشکی یه رنگه های نازکی توی برگتون به کار ببرید که برگتون طبیعی تر شه و دوباره اجازه بدید که خوشه و در آخر تاپ کد بزنید که ماندگاری لاکتون رو بیشتر کنید. به همین راحتی شما میتونید توی خونه خودتون مانیکور انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر که از این ویدیو لذت بردید لایک کنید، کامنت بذارید، واسه دوستاتون هم بفرستید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.